سلام، به پادکست سخنی زن از روزنامه 8 صبح خوش آمدید. من فاطمه سرکش هستم. یک زن، حکایت رنج و رهایی. در حولی شریفه تلخی و شیرینی زندگی با هیجان خاصی پیش می رود. خشت‌های سرخ و حلقه گل‌های رنگارنگ چون گردن بندی چاه را احاطه کرده و همه جا یک تصویر را نشان می دهد. تصویر یک زن. شریفه سالها پیش در حالی که اجازه بازی های کودکانه را ندارد و حسرت رفتن به مکتب در دلش است، به جای هزینه عروسی برادرش به بدل داده می شود. زجر و خشونت بسیاری را در خانه شوهر تحمل می کند. 2 سال از عروسیش نشده است که به خانه امن می رود. او دختر کوچکی دارد که تازه به صنف آمادگی مکتب می رود. می گوید من بارها به خاطر زن بودنم گریه کردم، اما از این که فرزندم دختر است خوشحالم، چون اگر پسر می بود برایم نمی دادنش. شانه های شریفه بیش از همه نظرم را جلب می کند. زمانی او به خاطر شانه هایش به 4 شانه میان ما شهره بود. حال اما آن شانه ها در میان اندوه و غصه زندگی آب شده است. با هم روی صفحه حلقه‌ای می نشینیم. گلیمی که روی آن هموار شده راه های گرد رنگارنگ دارد. گلیم قدیمی است و به دست زنی از نسل های گذشته بافته شده است. ترکیب رنگ‌های روشن و خنثای گلیم توجه هم را جلب می‌کند. این گلیمچه‌ها را زنان در سابق بیشتر به عنوان دسترخوان می‌بافتند، اما این اواخر از آن برای تزیین لباس و اتاق استفاده می‌شود. شریفه در مورد تار و بافت گلیم حرف می‌زند. دست‌هایش درشت است، شاید از مادر بزرگش که این فرش را بافته به میراث برده است. تارهای گلیم حکایت از رازها و قصه هایی دارد که سر سوزن گره خورده و با تار میان رنگها پنهان شده است. به رازهای زنانه فکر می کنم و به زنی که در رنگهای گلیم زن بودگی و رازهایش را پنهان کرده است. شریفه با این رنگها خو گرفته است. جز همین گلیم زیر پای من که رنگارنگ است، هیچ رنگ و روشنی در خانه و زندگی هم نیست. گوشه های پنهان و آشکار زندگی زنان آکنده از ظرافت، سختی و اندوه است. اندوهی که هیچ کتاب و قلمی قادر بر روایت آن نیست. شریفه لبخند بیرنگی می زند و می گوید سواد کامل ندارم. کلمه های زیادی برایم غریب و ناآشنا است. شنیدن کلمه تبعیض از 1000 رگ وجودم یک رگم را هم تکان نمی دهد. آزار جنسی و بیمهری هر دو برایم یکی معلوم می شوند. با شنیدن تجاوز بی خیال خودم را به نشنیدن می زنم. ولی وقتی زنی را می بینم که صورتش را با روسری پنهان می کند، یا همسایه هم که چند روز از من رو می گیرد و خودش را برایم نشان نمی دهد، یا دست های سخته خواهر خوانده هایم را که می بینم، و یا دختری را که در خیابان تون تون قدم بر می دارد تا مبادا دست مردی که پشت سرش راه می رود و چادرش برسد، قلب نداشتم می سوزد. مقاومتم را از دست می دهم و رگهایم از خشم می پندد. وقتی در این مورد صحبت می کند، دستهایش را به هم گره می زند و نگاهش را به دورها می بندد. گاهی به چاه و گاهی به درختان و ناجوی کنار جوی حولی می بیند. براستی این زن نابلد با واژه ها رنج را می فهمد. با رنج بزرگ شده است و چشمهایش با اندوه آشنا است و آن سوی ناشاد زن بودن را زندگی کرده است. شریفه از کودکی هایش می گوید با هر لحظه ای که می گذرد لایه ای از لایه های زن بودگیش باز می شود. بارهای روی شانه اش را یکی یکی به زبان می آورد. این بار اما نوبت به بار گران و سنگینی می رسد که تبدیل به زخم عمیقی شده است. کنجکاوی و ترس عجیب مرا فرا می گیرد.
شریفه دخترش را به کوچه میفرستد تا بوی درد قصه هایش و مشام او نرسد. دستش را روی بیک دخترش میگذارد، انگار میخواهد خودش را آماده گفتن چیزی کند که جرأتش را ندارد. او را به بدل داده بودند برای اینکه برادرش بتواند ازدواج کند. وقتی برادرش تصمیم به ازدواج میگیرد و هزینه ازدواج را تأمین نمیتواند، به جای آن شریفه را به خانواده خسرش میدهند. شریفه با حرکت چشمهایش کلمات را پیش خود میسنجد و میگوید: شب زفافم یادم نمیرود. من طفل بودم و از مردها فرار میکردم. این چیزی بود که مادرم میخواست. ولی آن شب من به آغوش مردی پرتاب شدم. هر چند وقتهایی که تازه به بلوغ رسیده بودم، با دیدن سریال و فیلمهای عاشقانه کشش در دلم پیدا میشد. ولی آن شب ترسیده بودم. من آن مرد را نمی شناختم و از ترس به خود می لرزیدم. کمی آب نوشیده گلویش را صاف می کند و ادامه می دهد: کابوس وقتهایی که تازه عروس شده بودم رهایم نمی کند. او هر شب بر من تجاوز می کرد و من جرأت حرف زدن را نداشتم. من دخترم را دوست دارم، ولی این هم برایم مثل چکش است. وقتی می بینمش یاد شبهای شکل گیریش در بطنم می افتم. میگوید پدرش. بعد انگار حرف ناشایستی زده باشد، دستش را به نشانه سرزنش به سرش میزند. در همین هنگام دخترش میآید و از او پول میخواهد. با رفتن دخترش میگوید: میبینی ساده نیست. من یادم میآید وقتی که هنوز 16 سالم بود و هیچ بویی از خانه‌داری نبرده بودم، مردی مرا به کاری مجبور میساخت که نمیخواستم. وقتی قهر بود می آمد و خشمش را در من خالی می کرد. روزها لتکوبم می کرد و شبها باز به سراغم می آمد.